Маҳмурод Одинаев, муовини зиндонии раҳбари собиқи Ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон, пешниҳоди афвро напазируфта озодияшро талаб кардааст. Мақомот мегӯянд бино бар қонуни нави аф, ки моҳи сентябр ба иҷро даромад, 3 сол аз ҳабси ӯ кам карда хоҳад шуд. Одинаеви 59-соларо моҳи январи имсол ба 14 соли зиндон маҳкум карданд. Ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод, ки ин қазиро пайгирӣ кард, ҳоло дар бари ман дар студия аст. Дуруд бар шумо. Ва бо чӣ сабаб Одинаев нахостааст, ки қонуни авф нисбат ба ӯ татбиқ шавад? Бале, шаъло, Ҳабибулло Ризоев, писари Маҳмурод Одинаев, рӯзи 17 октябр дар суҳбат ба мо нақл кард, ки падараш гуфтааст, худро гунаҳгор намеҳисобад ва чаро барои гуноҳе, ки накардааст, авф шавад. Яъне беасос эътироф кунад, ки даст ба ҷиноят задааст. آن گونه که میدونیم Маҳмурод Одинаев را ماه نویبر در دوشنبه دستگیر کردند و گفتند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات با افباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت متهم شود. او پیش از بازداشتش مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمه را سخت تنقید کرده بود و در فیسبوک و یوتیوب از جمله نوشته بود که رئیس جمهوری تاجیکستان هم باید پسرش را به ارتش فرستد. برای همین پیوندانش گفتند که اتهامات بی اساس است و پرونده دارای انگیزه های سیاسی می باشد و اما مقامات انگیزه سیاسی داشتن این قضیه را انکار کردند. ببینید آیا از نپذیرفتن عفو می تواند سبب بی تغییر ماندن حکم شود یا قانون که قبول شد دیگر با اون زندانی تاثیر گذاشته نمی تواند؟ ببینید شالو یک کارمند ریاست اجرای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با ما گفت که نو بس از درخواستی و قانون عفو نسبت به Маҳмурод Одинаев تطبیق می شود و از حبسش کم کرده خواهد شد. مصاحبه ما افزود عفو عمومی یعنی سرتاسری به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان است و اینکه محکوم شده زیر سند آگاه کننده امضا میگذارد یا نه مهلت جزاش کم کرده خواهد شد. مخالفان بازداشت و اعلان حکم بر ضد Маҳмурод Одинаев و پسرش را تحریزی شده می نامند و به فعالیت های سیاسی و تنقید های پیوستش از کار حکومت رب می دهند. سالهای آخر مقامات تاجیکستان را برای بازداشت و تعقیب و حبس منتقدان نکوهش کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز امسال در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منتقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان با انگیزه سیاسی تنقید کرده بود. سپاس برای صحبت. در ضمن بر اساس قانون نوی اف مهلت حبسی بزرگ میریورو و کلی مدافع زندانی را نیز 4 سال دیگر کم کردند. همین طور با حساب 6 سالی که این حقوق شناس در مبس به سر میبرد 11 سال و 6 ماه دیگری حکم مانده است. یوروف به بیگناهی خود باوری قطعی دارد و نزدیکانش میگویند او را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند.